یکی از بدترین جنایت‌ها علیه بشریت در جنگ جهانی دوم. گلاسیا سلام. امروز می‌خوام فیلم من بیهایند د سان یا مرد پشت خورشید که اسم دیگه فیلمش هم واحد شماره 731 هست رو ببینیم. این فیلم بر اساس واقعیت و آزمایش‌های مخوف امپراتوری ژاپن در زمان جنگ جهانی دوم ساخته شده. فیلمی که به شخص وقتی دیدمش تا یک هفته ذهنم درگیر بود که چقدر انسان میتونه انسانیت رو زیر سوال ببره. خب این فیلم خیلی صحنه‌اش بدن، یعنی همونطوری که احتمالاً شنیدید، حتی کارگردانش هم بارها مؤاخذه کردن چون میگفتن از جنایت‌های واقعیش استفاده کرده و بارها و بارها جواب پس زره این قضیه. برای همینم قطعا نمیتونم همه صحنه‌هاشو نمایش بدم. اگه دوست داشتید فیلم کاملش رو میتونید از کانال تلگرام گلاسیا تماشا کنید. بریم ما فیلمو ببینیم. حواستون به اسپویل کامل و صحنه‌های خشنش باشه. با شروع فیلم به امپراتوری ژاپن تو زمان جنگ جهانی دوم میریم. یه اردوگاه وحشتناک تو شهر منچوکو، جایی که بی‌رحمانه ترین آزمایشات انجام میشه. تعداد جوان وایسران متوجه میشیم که به دستور دولت اومدن تا توی پروژه مهم کمک کنن. فرمانده اصلی این اردوگاه مردی به اسم جنرال ایشی و هر روز میاد اینجا تا همه چیزو زیر نظر بگیره. این شب هم جلسه با چند تا جنرال دیگه دارن و ایشی توضیح میده ارتش ما نیاز به کمک فوری داره. ما باید توی چند هفته آینده یه راه برای تولید و استفاده از سلاح‌های باکتریایی پیدا کنیم. این در حالیه که نوجوان‌های ساکن اردوگاه خوابن و دو نفرم همین اطراف دارن مثل احمقا فوتبال بازی میکنن. یه دفعه توپشون تو محوطه این اردوگاه میفته. وقتی یواشکی میان برش دارن همه باخبر میشن. اول از همه نگهبان خوابگاه پسرا رو میبینیم که همه رو به صف میکنه و یه دونه تو گوشه هر کدوم میخوابونه. بعدم میگه سری برید و این دوتا رو دستگیر کنید برام. اونا هم دنبال دو نفری که بازی میکردن میافتن ولی آخر نمیگیرنشون. یکی از پسرا برای فرار تو سیم خاردار گیر میفته و به شکل دردناکی با جریان برق ذوب میشه. اون یکی هم فرار میکنه. برمیگردیم تو جلسه. همکار جنرال ایشی مردی به اسم ناکاتومیه. خیلی هم با هم دیگه رقابت و لجبازی دارن. جلسه تموم شده و این دوتا تنهان که بحثی بینشون شکل میگیره. جنرال ایشی یه دستگاه تصفیه آب ساخته و ناکاتومی اونو مسخره میکنه. ایشی هم برای اثبات خودش توی این دستگاه تصفیه یه دستشویی میکنه. بعدم از اون طرف آب تصفیه شده رو خودش مینوشه. البته ایشالله که تصفیه شده. ساعتی گذشته و یه سری زندانی جدید به اینجا فرستاده میشن. قسمت بعدش اینجاست که حتی اسم زندانیا رو آدم نمیذارن. اونا رو صرفاً یه عدد یا گزارش خطاب میکنن. انقدی وضع وخیمه که وقتی صدای گریه یکی از نوزادها قطع نمیشه، چند تا نگهبان به زور اونو از مادرش میگیرن. همونطوری میذارنش روی زمین و با بی‌رحمی روش برف میریزن تا برای همیشه ساکتش کنن. یه توضیح بدم، یادتونه گفتم یه سری جوون رو به اینجا فرستادن تا توی پروژه کمک کنن. بهشون هم میگن ارتش جوون‌ها. کارشون هم گشتن اطراف اردوگاهه و دادن آمار مردم عادی به افسرها. روز بعدی هم دارن گشت میزنن که متوجه یه بچه در حال توپ بازی میشن. به خیال اینکه دوست همون مزاحم اول فیلمه میافتن دنبالش. اما در آخر که دورش کردن بهش اجازه میدن فرار کنه چون هم سنش کمه، همین که لالو نمیتونه صحبت کنه. جنرال ایشی و سربازش هم در حال گشت توی خود اردوگاهن. به یه سری دکتر میرسن که معلوم نیست چی دیدن و دارن بالا میارن. جنرال با پزشک اصلی صحبت میکنه و اونم توضیح میده داشتیم روی آدم زنده کاربرد چکافی میکردیم که حالا چند تامون بد شده. یه دفعه ناکاتومی هم سر میرسه و به جنرال ایشی میگه اعزامم کردم به مرز جنوبی کشور، جایی که شدیدترین مبارزه بین آمریکا و ژاپن برقراره. جنرال ایشی هم لبخند میزنه چون مطمئن دیگه رقیبه زنده بر نمیگرده. اصلا انگار خودش این قضیه رو هماهنگ کرده. معلوم نیست چند ماه گذشته و یه روز نگهبانا میان سراغ زندانیا. مادری که نوزادش رو ازش گرفتن و یادتونه، این مادر حالا افسرده شده و یه بالشت بغل میگیره و تظاهر میکنه پسرشه. نگهبانا میبرنش به اتاقی تا روش آزمایش کنن. سکانس بعد میبینیم دستای مادر مثل یه تیکه سنگ یخ زده. میارنش پیش دکترها و اونام دستش رو توی آب گرم قرار میدن. با باز شدن یخ مثل وحشی‌ها پوستای دستش رو میکشن و چیزی جز استخون ازشون نمیمونه. مادر ته دلش فریاد میکشه. یه بیچاره دیگه مثل این زن آزمایش کردن و میارنش. دستای یخ زده اونو با ضربات آهن مثل پودر خوردش میکنن. همه اینا در حالیه که ارتش جوان‌ها مجبورن همه رو نگاه کنن و حتی پلک هم نزنن. چند ماه دیگه هم میگذره و صحبت جنرال ایشی رو میشنویم. ژاپن خیلی ضعیف شده و امپراتوری داره شکست میخوره. برای همینم به همه دستور دارن یه سلاح بسازن تا به ارتش جنگی کمک کنه. جنرال ایشی هم میدونه تنها چیزی که همچین قدرتی داره سلاح بیولوژیکی یا زیست تخریبگره. یکی از اعضای این اردوگاه میگه ما موفق شدیم یه ویروس بسازیم که حدود 60 برابر تا اون قدرت داره. میتونه تو کمتر از چند روز همه مردم جهان رو از بین ببره. اینو با آزمایش روی زندانیا ساختن.
حالا تنها چیزی که نیاز دارن یه روش برای رسوندن این ویروس به مردم کشور دشمنه، چیزی که باید همه بهش فکر کنن و راه حلش رو پیدا کنن. یه روز جنرال ایشی تو خونه نشسته و یهو یکی از خدمتکاراشو میگیره تا باهاش رابطه داشته باشه. ظرفی دست خدمتکارو که میفته و کلی چیز ازش میریسه. این یه فکر مهم تو سر جنرال ایشی میندازه و همون روز میاد پیش بقیه افسرا و ایدهشو میگه. ایشی اتفاقی که افتاده رو براشون تعریف میکنه. بعدم میگه ما نیاز به یه بمب داریم. بمبی که بتونه دونه های ویروس رو به همدیگه هول بده و پرتشون کنه به اطراف. خود اونا میتونن همدیگه رو پخش کنن. اگه دقت کنید این ایده یه چیزی مثل همون بمب اتمه، اما به شکل بیولوژیکی. خلاصه که همه براش دست میزنن و قرار میشه روی همین ایده کار کنن. آزمایش‌های وحشتناک‌تری شروع میشه و دونه دونه زندانی‌ها رو به اتاق‌های مختلف میبرن. یه نفر دیگر رو تو اتاقی میخوابونن. این اتاق مجهز به سیستمیه که فشار اتاق رو بالا و پایین میکنه. انقدر فشار رو بالا میبرن که این مرد بیچاره فقط فریاد میکشه و دونه دونه قسمت‌های بدنش از روده تا چشماش میزنن بیرون. یا یه زن رو از اتحادیه شوروی همراه دخترش زندانی میکنن. در حالی که دورتادارشون جمع شدن، گاز سمی رو بهشون میزنن و کنار هم از بین میرن. اون پسری که تو بازی میکردم یادتونه؟ همونی که نمیتونه صحبت کنه. ارتش جوونا به دستور جنرال این پسر رو میکشونن داخل. فکر میکنه که همه باهاش دوستن چون بهش لبخند میزنن و خیلی خوشحالن. یکی از افسرها میبرتش پیش چند تا دکتر و این پسر هم خوشحال و لبخند میزنن. بقیه هم رفتار خوبی دارن تا جایی که میخوابه رو تخت، پارچه‌ای رو صورتش میذارن و وقتی از هوش میره کار وحشتناک دیگه ای شروع میشه. در حالی که پسر نیمه هوشیاره بدنشو باز میکنن و همه اعضاشو دونه دونه در میارن. بعدم به گروه جوان‌ها دستور میدن که بیان و استخونای باقی مونده‌شو بنازن توی کوره تا بسوزه. این پسرها که میبینن چه بلایی سر این بیچاره اومده، همشون به هم میریزن. برای همینم هم دور هم جمع میشن و برنامه میریزن تا یه جور افسری که باعث این کار شد رو مجازات کنن. با پوشوندن خودشون این افسر رو تنها گیر میارن و انقدر با چوب آهن میزنن تا از بین بره و سری فرار میکنن. هیچکس هم نمیفهمه کار اینا بوده. یه سکانس عجیب دیگه هم داریم. طی آزمایش بعدی گربه بیچاره‌ای رو می‌ندازن وسط هزاران موش گرسنه که مدت‌هاست بهشون غذا ندادن. اونا بهش حمله می‌کنن و از بین می‌برنش. یه سر هم میریم پیش زندانی‌ها. همه‌شون داغونن و فقط امید دارن یه جوری فرار کنن و به دنیا بگن چه اتفاقاتی داره توی این اردوگاه می‌افته. مدتی گذشته و حالا ساخت بمب تا حدودی به نتیجه رسیده. برای آزمایش چند تا زندانی رو وسط یه دشت می‌بندن تا هواپیماها بمبارون کننشون. اما هواپیمای سر نمیرسه و به جنرال ایشی خبر میدن جنگ داره تموم میشه. ساعت قبل آمریکا شهرهای هیروشیما و ناگازاکی رو با بمب اتم زده. از امپراتوری دستور مستقیم میرسه که این اردوگاه رو تعطیل کنید و هر چی زودتر همه مدارک رو از بین ببرید چون هیچ کس نباید بفهمه. در حالی که افسرها هنوز تو شوکن، زندانی هایی که وسط دشت بسته شده بودن خودشون رو آزاد میکنن و میخوان در برن. عبده که نگهبانای وحشی هم میبینن و میفتن دنبالشون. با ماشین زیرشون میکنن. شلیک مستقیم، هر کاری بگید انجام میشه تا همشون رو گیر بندازن. همه به جز یکی. یه مردی به اسم استون که خودشو به خواب میزنه و همراه بقیه زندانی های از دست رفته با کامیون میبرنش کوره آتیش. اینم بگم یکی از نگهبان های ارتش جوان هاست که کمک استون میکنه تا کسی نفهمه که هنوز زنده است. وقتی هم میرسن به کوره یواشکی جای قایم میکننش تا هیچکی نفهمه. جنرال ایشیو میبینیم که حالش خوب نیست و باورش نمیشه امپراتوری ژاپن شکست خورده، اما دستوری که رسیده رو برای بقیه میخونه و تصمیم میگیرن همین امروز تمام اردوگاه رو از بین ببرن. حتی میگه کسایی که اینجا بودن و کار میکردن باید بعد نابودی اردوگاه سیانور بخورن و کار خودشون رو تمام کنن، اما یکی از افسر قانعش میکنه این کار اشتباهه و اگه برن پیش خانواده هاشون به هیچ کس حرفی نمیزنن. شب میرسه، اکثر مدارک از بین رفته، سربازهای شکست خورده کنار هم نشستن و جنرال ایشی میخواد متن خداحافظیشو بخونه. استون زندانی فراری هم گوشه قایم شده و این بار شانس زیاد نمیاره. چند تا سرباز میبیننشو به شکلی دردناک با استفاده از چوب پرچم ژاپن سینه مرد رو سوراخ میکنن. دیگه هیچ کسی نیست که از اردوگاه به دنیای بیرون خبر بده. صدای گریه مادر و دختری از دور شنیده میشه و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. من هر بار که یه فیلم در مورد جنگ جهانی دوم میبینم به شدت خیلی زیادی اعتماد یا باورم به انسانیت کم میشه. خب قطعا تا الان به اردوگاه‌های کاری که کشور آلمان رو انداخته بود مثل آشویتز آشنا هستید که کلا اسر رو میبردن اونجا و چه بلاهایی سرشون میومد. از اون طرف توی شوروی و از طرف استالین ما اردوگاه‌های گولاگ رو داشتیم. خب در مورد گولاگ‌ها خیلی از اطلاعات از بین رفت به خاطر اینکه میدونید تاریخ و برنده‌ها می‌نویسن. برنده جنگ جهانی دوم آمریکا و شوروی بودن. برای همین هم خیلی از جنایت‌هاشون سرپوشیده شد. هیچ کس نفهمید.
اطلاعاتی هم که در موردشون در دسترس خیلی کمه، در حدی که تونستن چند نفر فرار کنن و فقط تعریف کردن، هیچ مدرک مستندی ازش که باقی نموند. حالا توی این فیلم با ژاپن آشنا شدیم، یکی دیگه از طرفای جنگ جهانی که با آلمان بودش و خب قطعا میدونید آلمان و ایتالیا و ژاپن یکی از اصلی ترین مهره های جنگ بودن که شروع کنندش حساب میشدن و خیلی حرکت های مختلفی انجام داده بودن. حالا در مورد ژاپن شنیدیم و دیدیم که چقدر عجیب غریب و وحشتناک بوده. تفاوت اردوگاه ژاپن با اردوگاه اون کشورهای دیگه که گفتم سر آزمایشاتی هست که انجام میدادن. برای مثال باید بگن تمرکز آلمان بیشتر روی آزمایشات اتمی و گازی بود، تمرکز گولاک‌ها و کلا جماهیر شوروی بیشتر روی پیشرفت خودشون بود، یعنی می‌خواستن بیگاری بکشن از زندانی‌ها تا به هدف‌های خودشون برسن. اما ژاپن روی قسمت بیولوژیکی جنگ داشت کار می‌کرد، یعنی می‌خواست فقط سلاح‌های شیمیایی که توی اخراجی‌هاش شیمیایی میکروبی رادیواکتیو تولید بکنه. توی این فیلم هم دیدیم که چقدر آزمایشاش در مورد همین قضیه بود. نکته دردناکی که باید بگم که حتی از فیلمم خیلی خیلی بدتره واقعیت این قضیه است. جنرال ایشی که رهبری واحد 731 یا همین اردوگاه رو به عهده داشتش هیچ وقت به سزای اعمالش نرسید، یعنی دستگیر شد، آمریکا براش دادگاه برقرار کرد، ولی به خاطر اینکه خیلی آزمایشات مختلفی انجام داده بود، خیلی دستیافته‌های خفنی داشتش، اونو تبرئه کردن و بهش گفتن باید با همون همکاری کنی و اطلاعاتتو با همون به اشتراک بذاری، که خب اونم با کله قبول کرد. اینو گفتم به خاطر اینکه واقعا این قضیه که خیلی راحت بخشیدنش و این همه کارهای ضد انسانیشو کلن کنار گذاشتن از تمام این اتفاق به نظرم وحشتناک‌تره. از طرفی هم این حرفو یه بار دیگه زدم وقتی داشتم در مورد دکتر شیطان یا دکتر سیتن حرف می‌زدم که یکی از وحشتناک‌ترین دکترهای کشور آلمان بود و همه این آزمایشات عجیب و غریب روی آدم‌ها انجام می‌داد. سر اونم گفتم درسته خیلی آدم وحشتناکیه، واقعا حق زندگی نداشته، خیلی کلا افتضاح بوده این طرف، ولی هیچ کس تو هیچ جای دنیا نمیتونه انکار بکنه که این وحشیگری‌هاش چه کارهای خفنی رو توی علم پزشکی انجام داد. خیلی از پیشرفت‌های علمی در زمینه اهدای عضو، دیگه انتقال مثلا کبد، این جور چیزا پیش اومده الان به خاطر آزمایشات همون دکتره بوده. در مورد همین جنرال ایشی هم همین قضیه با صدق می‌کنه، قطعاً خیلی چیزهای مختلفی بوده بهش رسیدن، برای همینم هم بوده که تبرئه کردنش، ولی بازم به نظرم اینطوری نیست که بتونیم خیلی ازش بگذریم، واقعا افتضاح این قضیه. در مورد فیلمم که خب کلا سبکش حالت مستندتره، اینطوری نیست که بخوام یه فیلم سینمایی بهش نگاه بکنیم، یه مستند بیشتر که خیلی مستند بدیه. جالبه که حالا من نمیدونم این واقعیه یا نه، یعنی خودم مصاحبهش رو شنیدم و خوندم در موردش. کارگردان فیلم وقتی در مورد اون صحنه گربه که میرزا پسند موشه ازش سوال کردن، گفته که اون گربه اولا که کلا بهش بی‌حسی زده بودن وقتی می‌خواستن بنازنش اون وسط، و بعد این قضیه هم بهش دو تا ماهی جایزه دادن که مثلا از دلش در بیارن این کارو کردن. علاوه بر اون به تمام بدنش عسل مالیده بودن و موشه داشتن عسل می‌خوردن و برای همین هیچ آسیبی به گربه نرسیده. به نظر من خب یه شروری بیش نیست و کارگردان فقط می‌خواد این نگاه رو خودش برداره. خیلی فیلم چرکه دیگه، بیشتر از نمی‌تونم توضیح بدم. امیدوارم خوشتون اومده باشه. نظراتتون رو بنویسید، همه‌شون رو می‌خونم و توی اولین فرصت همه‌رم جواب میدم. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. خیلی دوستتون دارم رفقا، مرسی واسه همه حمایتاتون. پیج اینستای گلاسیار هم فالو کنید، لینکش رو این بالا میذارم، گلاسیار مووی هستش. اونجا یه سری ریلز و پست میذاریم که توی یوتیوب نیستم، میتونید از اونجا هم با هم در ارتباط بشید. شبتونم گلاسی.